از کانال سوئز عبور میکردیم، یک ایستگاه ما رو صدا میزد، صهیونیستی بود، اسرائیلی بود، بله، قطع کرد. این هی شروع کرد دوباره صدا زد. دیگه من حقیقتا کلافه شدم، این گوشی رو برداشتم خیلی محکم، گفتم که شات اپ. حالا البته ادامه ای هم داشت اینجا، معذورم نمیتونم بگم. اختیار داریم. اختیار داریم، بله واقعا. خب همین روش خیلی خوبه. این شماره کاخ سفید، بچه‌ها براتون زیرنویس کردن. حالا اگه نتونستید حسینیش کنید، حداقل زنگ بزنید پشت گوشی براشون مدعی بذارید. واقعا امیدوارم هیچ وقت جنگ و درگیری جدی اتفاق نیفته تو کشور، وگرنه یه طرف خط مقدم اونا با توپ و تانک و مسلسلن، این سمت هم اینا رفتن رو خاکریز شلوارشون رو کشتن پایین، ک**شون رو کردن نشون میدن، آینه آینه میکنن. طوری من این شاتاپ رو به اون گفتم، من خودم هم ترسیدم از خودم. یعنی خودت بیسیمو برداشتی، خودت جواب دادی، خودت داد زدی، خودت فوش دادی، بعد خودت از خودت ترسیدی، ریدیت خودت. ما میشه الان ببینیم عصبانیتتون رو، مثلا همین شاتاپ رو به اون بگین چجوری گفتین؟ اسکلی یا دوست داری فوش بشنوی؟ خب چرا به این رو میزنی؟ پاشو برو تو خیابون خودتو معرفی کن، بگو مال صدا و سیما، فوش به خودت که هیچی، هفت جد آبادتو میبنن به انواع اقسام شاتاپ و آلات تنازلی. گوشی رو که گردم دم شات اپ، حالا بقیش ببخشید دیگه باید ساسون کنم بوق. چیکار کرد اون آدم؟ هیچگاه ما دیگه این صدای منحوس رو نشنیدیم. حالا دفعه بعد اگه باز اون صدای منحوس رو شنیدی، به یه شات اپ ساده بسنده نکنی ها، حتما یه اسرائیل خر گاو من سوارش میشم، منو میبرم بهشون بگو که بیشتر ضربه بخورن. مثلا بهت نمیگن که آقا ایران داره خرج فلسطین رو میده؟ میگه. ناراحت نمیشم از هیچی. البته سوال درست‌تر اینه، ایران که خرج خورد و خوراکتون رو میده، شما پس کی قرار سیر بشین خداییش؟ اولش مراحت میشن، شما میگفتم ایران مقاومت، روزی قدس امام خمینی، مرگ بر اسرائیل. یک نفر اینجوری میگه من ناراحت میشم، یعنی چی؟ لیول بعدی دیگه حوصله ندارم. طبیعیه دیگه، کلا آدما بر اساس شغلشون به یه چیزای عادت میکنن. دکترها بعد از یه مدت خون واسه شون عادی میشه، کارگرای معدن به گرد و خاک عادت میکنن، نظافتچیا به بوی بد، نونواها به گرمای تنور و مفتخرا هم به فحشای مردم. من دکترم یاد دیگه، آقا درست شما فلسطینیا کشورتون فروختین؟ میگم بله، کشورمون فروختیم، پولش گرفتیم، گذاشتیم توی بانکای ایرانی، سودشو میگیریم 20%. خب و اینجا ایران برای ما خونه میده، ماشین میده. خب دیگه به این سطح از مفخوری میگن پر مفتکش، یعنی آدم پر روی مفتخوری که از غذا خیلی مفتکشه.